با سلام درود احترام خدمت هموطنانم هم در جای جای ایران و دنیا. اول چند تا مطلب کوتاه میگم، بعد برم سر اصل قصه، اصل حزب الله و کاری که آقای حسن نصرالله کرده و حکومت اصلا مونده، حتی موندن نداره، ده هزا همشون یکی هستن، هیچ فرق نمی کنه. رو بعد براتون میگم. این سخنگوی دولت روز هفته دانشگاه علامه طباطبایی علامه، بعد ببینید که آقای علی بهادری ببینید که به چی کار کرد باشه بعد. حقتون این بیشرف این خامنه ای، یعنی همه تون دیگه نشد بزن دیگه نشد چرا فرار کرد مثل خاطر دار این کارو کرد خیلی خوبیه بیشرف هم دیگه. بله خب، بعد خدمت شما هستم که اسم حکومت جمهوری اسلامی هم شد امپراتوری دروغ از زمان خود خمینی دجال و بیشرف و حرامزاده. حرامزاده البته شیطان زاده میشه گفتش تا الان اسم شد امپراتوری دروغ دیگه. این دیگه چیزی جالب، اسم جالبی. خب خدمت شما هستم که من کلیپ پر کردم قبل از این گذاشتم، ولی حالا این چون فوریت داشت دارم بهتون. ببین دوستان، در طول تاریخ بشریت 96-7% تلفاتی که داشتن در دنیا در جنگ ها، جنگ های مذهبی بوده. از جنگ های صلیبی بگیرین، قبلش بگیرین تا این اواخر که تو کتاب زوربای یونانی آزادی، تو کتاب آزادی یا مرگ مال کازانزاکیس قشنگ باز کرده جنگ هایی که توی منطقه قبرس و اینا اتفاق افتاد و تمام جنگ بحث مذهبی بود و اینها همیشه حرب آخرشون هست، چون سیاست و دیانت با هم شریک هستن، پشت قصه پشت پرده با هم یکی هستن، شو اجرا میکنن واسه من و شما میبر و بر، و اینا با خون تغذیه میشوند، با خون ریزی، با کشتار مردم، با تفرقه بین مردم، با اختلاف های آنچنانی که سالیان سال کینهاش میمونه توی مردم. الان تنها حربه که از حکومت مونده که من تو کلیپ گفتم بحث همین هست که اینها چندین سال دارن کار میکنن که از آخر که نشد، یعنی این چی میگن سفارش و توسعه و نصیحت اربابشونه که آخر جنگ را بدن، جنگ دینی. هر کدوم فکر میکنن حق با اون است. مال یک وطن، مال یک کشورن، مال یک شهرن، مال یک محلن، یه خانوادن، یه فامیلن، اما میگه اون بیدینه، این میگه این بیدینه، تمام شد. با این شروع میشه. پس تو اون کلیپ بعدی من صحبت راجع قضیه حواسمون جمع باشه که الان بعد شیوهاش هم گفتم چیکار میکنم. تو اونجا قشنگ توصیه کرد، گفتم سفارش، یعنی توصیه سفارش کردم و گفتم چیکار میکنم. و شماها به هیچ وجه من از وجود وارد هیچ مسئله دینی نشید. حکومت آینده سکولار هست، دیر است سجار است، آب دهن هر کس دهن خودش اینه. تو نیست آب دهن من بچش تو بچش نمیکنه، همون تو نمیکنی. پس حربه آخر حکومت ها برای بقاشون یا بقای تتمه و بازمانده هاشون یا آدم هاشون بحث دینی هست. همیشه در دو تاریخ اینجوری بوده که دیگه من بارها گفتم دیگه تکرار میکنم. یکی از توصیه شازده از من کردم تو بین آخرشون کمک به هموطن هست. خیلی هم من زنگ دادن که فلانی یک کار کمپین شد. من این کار نیستم، من به هیچ وجه در مسائل مالی دخالت نمی کنم. من حدود 13 سال اینجا، 10-11 سال هست، در حد توانم می کنم این کار کردم می کنم، مگه واقعا نداشته باشم من حرفانو می پذیرم. در حد توان اون چیزی داشتم و اون چیزی که میتونم تونستم و میتونم الانشم میتونم میکنم. ولی شماها دوستان از خارج کشور قطعا بدون شک بدون برگشت شما تو ایران فامیلا و دوستایی دارید و اون هم آدم هایی میشدن که توان ضعیفن از نظر مالی، کارگرن، ضعیفن و نمیتونن. تا حالا هم ایرانی همدیگر وا نذاشتن، من مطمئنم این روز برام روشنه، با هم کمک کردن چون انسانه، چون شرف دارن، چون شرف دارن، درد آشنا هستن همشون، با هم کمک میکنند. از طریق اونها به دست اصلش و اهلش برسونید.
و من نمیگم به کسی اعتماد نکنید، اگه آشناست اعتماد کنید، پولش بدید. ولی من یکی به هیچ به من بارها میگم من نکه الان در جریان سیر در زرزه همه چی گفتم من به هیچ واسه مسئله دینی نمیشم، چون مسئله دینی مسئله پول نمیشم، مسئله پولی پول کثیفه آلودگی میاره و من اصلا فاز نمیشم تحت هیچ شرایطی. پس توی تمام خوشبختان تمام ایرانی در همه جای دنیا از هر استان هر شهر آدم دارن، آدم توانمند هستید با اونا هماهنگ کنید. الان که دیگه دنیای صرافا خیلی راحت کار انجام میده، دنیای پول دیگه انجام میده، از اون طریق براشون بفرستید. شما هر جای دنیا باشید پول بدید به صراف، یا همون روز فرداش حد اکثر تا آخر وقت فرداش پول تو حساب کارتی که اونا به شما دادن هست میرسه. پس بیاییم به هم کمک کنیم در این روزهای وانفتر کمک. و دوست داشتم داشتم واقعا کمک میکردم، الان میکنم، نه که اونقدر توانم کم، یک زمانی خیلی خیلی بودن تعداد زیاد به این کار هم کردم، ولی توان ندارم و الان حتی کانال خودم مشکل ده. با همه تفاصیل پس بیاییم به این شازه رو مهم بشماریم، حتی شده به اندازه یک مبلغ ناچیز این دلگرمی میاره که با پشت هم هستیم که هستیم. بوی تعفن میاد. من رو دست باشم گفتم که هیچ کدوم از یه پوزه نمیردم بوی تعفنش حال دادم به هم میزنه. الان وقت تشکیل دادن حزب شماست، گروه شماست، دسته شماست، هر چی میخواد الان وقتشه. اما وقتی با آدماش رو صحبت بکنم میگه آقای محمدی این آقا فقط میگه تو دنیا من، فقط من، نه اون، تک تک اینا منم، حتی شون من نیستن. آدم میخوان که بله قربانگو باشه، همون ذاتشونه، اصل بد نکو نگرده از آنکه بنیادش بده، اینا ذاتشون همین دیگه، فقط خودشون میبینن، فقط خودشون میخوان، هیچ کدوم نمیمه که دیگه شرکت بکنن توی قضایه. اکثرشون سنشون بالاتر از من ها، ادعاشون الی آخر، ولی در مسئله تعاون، در مسئله همیاری، همکاری هیچ کدومشون نیستند. بوی تعفنش حالا به هم میزنه، هر کدوم مقالهش میخونی داره سنگ خوش به سینه میزنه، سنگ فامیلش به سینه میزنه. به هیچ جا نمیرسید شما، هیچ وقت به هیچ جا نمیرسید، هرگز. او رسیدن که تنها بخوای برسی خود تنها میمونی. بیا یاد بگیریم، بیا از این بچه‌ی 80 یاد بگیریم، از این جوونا یاد بگیریم، یاد بگیریم، یاد میفهمید چی؟ تا کی توی کله پوکتون باید فرو کنن؟ من 20 سال با شما کار میکنم، تا میفهمن من اینقدر فالو رو دارم. نه آقا شما نه، شما به درد ما نمیخوری. چرا؟ چون کلان فالوش 20 نفرن، کلان در ماه 10 تا کامنت داره. خب بابا بیا از من استفاده کن، از من دوی استفاده کن. نمیتونه، میترسه، میترسد، چون فقط خودش ببینه. پس شما بیتونید شازه خوب شما شناخته که میگه فقط اپوزیسیون واقعی، اپوزیسیون واقعی، نه فیک هایی که هستن امثال من و اون هستن، اپوزیسیون خود مردم ایران هستن. ولی دیدین چیکار کردن؟ ننگش واسه شما هست، واسه ما هست. خجالت بکشید برای یک بار تو کله پوکتو فرو کنید. بابا شما بدون مردم هیچ نیستید. جمع کنید کاسه گوزتون رو، میخوام جو بمونید، بمونید به درک، بمانید. لیاقت شما همونجا هست، نه ایران. آدم با معرفت در ایران، آدم با توانمند در ایران، آدمی که خودشون نبینه با دیگران باشن، باید بیاد در ایران. چی بهتون؟ بوی تعفنتون حالا به هم میداره. اسمی میخوام بیارم، هر کدومی که مقالاتون میخوام بیارم، فقط خودش تنها، چه داخلی چه خارجی. متاسفم براتون، متاسفم براتون، متاسفم. و به اون زندگی همونجا عادت کرد، ادامه بدید دیگه، چند سوشون ممکن نمی کنید. خب من مطلب زیاد دارم، بس یه روز 700,000 تومان میگرفتم، 800,000 تا 3,000 شون خونه ندارن و نمیرن. اما یه چند خبر بخونم بعد برای سرش حسن نصرالله سوزم ساعت گذاشت. کرملین استفاده از پهپادهای ایرانی در حمله به اوکراین را تکذیب کرد. دروغ که خنق نیست که، مشکل نداره، بگید جونتون در بیاد، خودتون میگید با خود تکذیب. از چی تکذیب؟ من نمیدونم. کرملین روز سه‌شنبه 23 مهر ماه هر گونه استفاده از پهپادهای ایرانی را برای حمله به اوکراین را تکذیب کرد. بود توسعه بازار نفت ایران در حیات خلوت آمریکا، رفتن تو ونزوئلا پالایشگاه زدن، حیات خلوت آمریکاست که نفت ایران جلو اونجا پالایش برگرده. خر بهتون میخنده، خر 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 چاک دیوار که رفتیم ما اونجا زدیم، شاکار کردید.
خاشمی رفت آسیا زدی تو سیرجان آسیا بر آرد از شیراز از استان فارس میرن اونجا آرد میکنن بر میگردونن. وقت تمام استان کرمان بخواد آسیا از یه آسیا استفاده کنه کل گندمش خوراک سه روزه اینه یه 360 دو روز بیکاره. نه همین دیگه ما هم کارت همونه. لا لا پای بسیار کشور نفت ما رو میخواهند ولی به خاطر تحریم ها نمیتونن با ما تعامل داشته باشند. ونزوئلا به دلیل اینکه از سیاسی با آمریکا زاویه دارد در این مسیر با ما همقدم شد. اما هم پشت پردست توی کاسه است. خب تشت گرسی در انگلیس میلیون نفر مجبور به کاهش وعده غذایی شدن. قبلا انگلیسی کار میکرده دیگه. حالا می عزیف از میمیده به سر حسن نصرالله. پس از مذاکرات فشرده سرانجام روز چهارشنبه 12 اکتبر اسرائیل اعلام کرد به توافق تاریخی با دولت لبنان بر سر مرزهای دریایی خود و رفع موانع برای بهره برداری از میادین گازی در مدیترانه شرقی دست یافته است. حسن نصرالله دشمن قسم خورده حذف اسرائیل از هر گونه توافق دولت لبنان با اسرائیل را همانند خامنه ای خط قرمز برشمرده بود اعلام کرده است با این توافق موافق است. درک این حقیقت ساده چند دشوار نیست. وقتی حسن نصرالله با نوشیدن جام زر و کنار زدن خط قرمزش با توافق دولت لبنان و اسرائیل موافقت میکند باید حال روز حکومت اسلامی را دریافت. این درماندگی را انقلاب مردم ایران به جنایتکاران تحمیل کرده است. حسن نصرالله سازمانش که از بد و موجودیش از قبل هستی مردم ایران توسط جمهوری اسلامی عربده میکشید اکنون بو کشیده است که دیگر نمیتواند به حامیش امید داشته باشد چون به زودی رفتنی است. عمیقا حس کرده که با پیروزی انقلاب مردم ایران جیره و مواجب تا کنونیش به کلی قطع خواهد شد. نبش میدیم. این تنها آخر و عاقبت حسن و سازمانش نیست. حوثی ها در یمن، حشد شعبی در عراق، بشار اسد در سوریه نیز ناچار خواهند بود به زودی تکلیف خود را روشن کنند. پیروزی انقلاب شکوهمند مردم ایران در خاورمیانه را دیگرگون خواهد کرد و در دسته نیابتی حکومت اسلامی از هم اکنون افق تیره و تاری در مقابل خود میبینند. قطعا با بدید کشیدن جمهوری اسلامی توسط انقلاب شکوهمند مردم ایران بشریت در دنیا به زندگی امتری خواهند داشت. عبدالگلپریان 20 مهر فلان. خب دیگه دیدین که حسن نصرالله هم حزب الله پس همین بوده. ولی بخوام چی بهت بگم، حزب الله الان خیلی سال نیابتی کار میکنه، سوریه کار میکنه، عراق کار میکنه، همین حوثی ها یمن حالا اخیرا راه افتادن و چند کشور دیگه. این همه چریدید که دنبتون، چرا کشور خود همیشه گرفتاره؟ چرا ملت خود همیشه گرفتاره؟ چون گرفتاری ایجاد میکنی، گرفتاری سرتون میاد، بومرنگ برمیگرده به خودتون. کی میخواید یاد بگیرید؟ کی میخواید بفهمید؟ سال 92 میلادی بود، به هامبورگ بودم، یکی دوست افغانی من گفت با هم بریم اینجا، آقای حکمتگر میخواد صحبت کنه. رفتم نشستم اونجا نیم ساعت صحبت کرد. بعد من دست بالا گفت افغانستان هیچ وقت درست نمیشه. این نگاه من کرد، گفت چهره شما پخته به نظر میاد ولی هفتم خیلی خام است. دلیل شما چیز کدام دلیل؟ واسه افغانستان تریاک میفروشه، مواد مخدر به دنیا میفروشه، با تریاک زندگی میخواد بکنه. آیا پول تریاک برای شما خیر و برکت میاره؟ آسایش آرامش میاره؟ زندگی خوب براتون میاره؟ گفت بله این هم درست است. گفت حتما همین. کسایی که تو دنیا این همه شرش رو پاک کردن، این همه خیانت و جنایت کردن، این همه ترور کردن، هرگز روی آرامش نمیبینن، چون پول خونه، هم حق و ناحق فرق نمیکنه، خون خونه. خب حالا تو کلی بعدی سه مسئله رو گفتم با هم دیگه گوش میکنیم. ماره چیزو ببخشید، ماره ایدارو اقتصاد هم میذارم براتون. مازه هستم که بچه لطفه برای کمک کنه و برای فرست مبلغ برای فرست چیز و میفرسته هم برای اینترنت. خب خدمت شما هست کنم که سوئیس میگوید اعمال تحریم به دلیل سرکوب اعتراضات در ایران در نظر بگیرید. اشکال هم نداره، یه سال دو سال هم توش مشکل نداره. تو سیری از گرسنه خبر نداری، تو سوار از پیاده خبر نداری، ولی به زودی تو گرسنه میشی و پیاده هم میشی. تو مال درخواست اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از 7 کشور صنعتی جهان به بالای 300 هزار امضا رسید.
تعداد امضا کنندگان تومار این طرحی درخواست اخراج دیپلمات ایرانی و آزادی زندانیان سیاسی در ایران از کشور عضو گروه 7 از مسیر 1000 امضا گذشت. اعتصاب در کارگاه مرکزی مجتمع گازی پارس جنوبی. فوری برخی از کاربران شبکه اجتماعی و فعالان حوزه کارگری خبر دادند که همزمان با اوجگیری اعتراضات سراسری و اعتصابات عمومی دقایقی قبل کارکنان کارگاه مرکزی مجتمع گازی پارس جنوبی در اصلیه دست از کار کشیدند. شعار مرگ بر حکومت بچه‌کش رو دیوار یک پایگاه بسیج در رشت. نزدیک به 100 نفر خبر آمد. نزدیک به 100 نفر از بچه‌های نیروی انتظامی بسیج با راپورت 80 شبیه حزب الله بازداشت شدند. باز جمله رو براتون میخونم، تکرار میکنم، سعی میکنم هر دفعه اینو بخونم براتون، اونه که نشیدن بشنوند. ایرانی ها باید آماده شوند تا در زمان فروپاشی جمهوری اسلامی که خیلی نزدیک است، خیلی نزدیک است، بین دو گزینه انتقام یا پیشرفت دست به انتخاب بزنند. تدبیر ما تقدیر ما رو میسازه. تدبیر ما تقدیر ما رو میسازه. اثر مستقیم داره. خب اینم بگم براتون، پروژه افزایش قیمت بنزین وارد فاز جدید شد. حذف کارت سوخت جایگاه دارم. پس از محدودیت دریافت بنزین در شهر کوچک پاشنه آشیل میشه. من چند سال پیش میگفتم و این روزا شروع میشه گران بنزین رو نمیتونن و اون خلاصه ضربه آخر، آپریکات آخر خلاصه تو پوست میخوره. کارت سوخت جایگاه داران نیز حذف شد تا افزایش قیمت بنزین وارد فاز جدید شود. در همین رابطه رئیس هیئت مدیره کانون جایگاه داران در مصاحبه از حذف کارت سوخت جایگاه داران در شهرستانهایی که محدودیت دریافت بنزین تا سقف 30 لیتر دارن خبر داد. ایامتون بکنم بگاهتون خوش. کلیپ بعدی رو میذارم راجع به دین صحبت کردم که چه راجع به حربشون چی هست و مطمئنم خونساش میکنید چون خیلی آگاهی خیلی بالاست و این خیلی خوب هست و چی کار میکنن با این کلیپ خوش درست من خودم میرم میدم اونجا آدم جمع میکنم. ایامتون بکنم بگاهتون خوش.